درود بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدید بچه ها. امروز اومدیم به یکی دیگه از ترک های شروین حاجی آقا پور ریاکشن بریم حاجی که اینجا پور. نوشته حاجی پور، حاجی آقا پور در واقع. جدی؟ آره. من فکر می‌کنم حاجی به پوره. اسم عطر آزادی، این یکی اون کارهاییه که از همون اولی که ترک برایه را، این اجرای برایه را ما ترکش را ریاکشن نرفتیم، ریاکشن رفتیم توی کامنت ها همیشه بود که این یکی از بهترین کارهای اعتراضی و اینا مرتبطه. خلاصه مربوط میشه به چی؟ چون توی کامنت ها گفته بودن بهت بگم، مربوط میشه مثل اینکه به اون مادرای اون خانواده هایی که به هر طریق فرزندشون آسیب دیده از طریق این رژیم، مثلا حالا یا مثلا راهیشون کردن حمایت میکنن یا حالا آسیب دیدن، نمیدونم دقیقاً اینو، ولی خب مرتبط میشه به اون. بریم داشته باشیم ببینیم چه جوریه. شروین هم که داستانشون میدونید همتون که اون خیلی مال خیلی وقت پیشه، اون اعتراف اجباری و اون صحبت ها و اون چیزا 100% همه میدونن دیگه، اینا رو همه میدونن. و شروین همچنان بعد اون موقع تا الان فکر کنم هیچ فعالیت خاصی نداشته، فقط نتونسته در آره. دیگه ولی یه چیزی اینو بگم، حالا شروین یه همچین حالتی براش پیش اومده، ولی حاجی من کاری ندارم چقدر طرفدارشم، چقدر دوستش داریم و اینا خیلی پر خونه پر، ولی یاس نمیتون تو کتم نمیره که نمیتونه هیچ کاری بکنه. دقیقاً. حتی پروفایلش. من میگم دقیقاً، من میگم اوکی ترک نمیتونه بدی، اوکی قبوله. نمیدونم پست اینستا نمیتونه بذاری، اوکی قبوله. استوری نمیتونه بذاری، اوکی قبوله. یه پروفایل و سیاه دیگه یه جوری نمیدونم، شاید آخه به گروگان که نگرفتن، زندان که نیست، نمیدونم. ولی خب هیچ جوره نمیتونم. میدونین شما من... اگه ما رو بشناسین میدونین که طرفدارشیم و دوستش داریم، واقعا موزیکاشو دوست داریم دقیقا. و کارشو دوست داریم و اینا، ولی این حد از حالا بس انا راجع به یاس نیست. آره من تمام قد میخوام دفاع کنم ولی بهانه‌ای برای دفاع پیدا نتونستم بکنم. نمیدونم شما نظرتونو بگین. حالا اون هیچی، بریم ببینیم شروین چیکار کرده توی این کار از آزادی. بچه‌ها یادتون نره که حتما لایک کنید، همونطور که میدونید بیانیه یوتیوب خیلی مهمه لایک، و الان برای یوتیوب اینجوریه که چنلو بندازم بمیره یا نندازم بمیره بنا به نسبت لایکاش، پس بکوبید حتما بریم که داشته باشیم. بریم. سنگین. آره سیه چی بگم، اسم ترک در واقع بعد ماه. آره و به عطر آزادی معروف شده مثل اینکه. اوکی. ولی خب اینو الان داریم از چنل خودش میبینیم، بچه ها لینک توی دسکریپشن هست، حتما از چنل خودش همه خواننده رو همه کارهایی که میذاریم و لینک ها توی دسکریپشن هست از چنل خودشون چک کنین. ولی الان که داریم از چنل خودش میبینیم، کاوری که داریم از کار میبینیم حالت بارون و اینا داره که با اول کار که شروع شد خیلی مچه، خیلی خیلی دارک و سنگین شروع شد. من جاده رو برات صاف میکنم، هرچی سرابر و پراب میکنم، بیا بری. من از رومین و بمب و شنزار میدوام، جای کمرت شلاق میخورم، بیا بری. بعد ما بارون میباره عطر آزادی پر میشه. ببین نمیخوام چیز کنم که الان جفتمون گریمون بگیره ایه این وسط، ولی تصور کن اینا داره از زبون مثلا نیکا گفته میشه. میدونم همین تو فکرم. پر میشه این خونه از رقص و گل و شادی، ما بریم تو سینه ها واقعا
خیلی ترک احساسیه، بعد با اون پیانویی که اون پشت رو ریتم 2/4 خیلی خیلی تاثیرگذار شده. یعنی ببینید چقدر ملودی، چقدر بیت خالیه. این خالیه فرصت میده که اون حرف بشینه، میدونی؟ دقیقاً. اینو احساس خالی نداره، کاملا حساب شده است و واقعا عالیه. دقیقاً. اینو واقعا هر موقعی که یکم ناامید میشی و اینا بعد گوش کنی و فکر کنی که تمام بچه‌هام که نیستن دیگه دارن اینا رو بهمون میگن. دقیقا. من برات، من کمر من به جای تو شلاق میخوره، من برات این میشم، من برات اون میشم، من برات همه چی میشم. تا فردای این بارون تو آزاد باشی. باز میکنم با تو تاریکی پرواز میکنم، بیا بری. من چشماتو پر، یعنی نمیتونم تصور، نمیشه نیاد تو ذهنم وقتی که میگه بیا بریم، وقتی که این شکلی بودن همشون، همش اون تصویر میاد تو ذهنم. کی پرواز میکنم، بیا بریم. من چشماتو پر از خورشید میکنم، گوشاتو پر از آواز میکنم، بیا بریم. بعد ما بارون احساسی بود و اونجوری که شروع شد، حالا نمیخوام اول کار نقد بگم، نقد هم بکنم، ولی خب خیلی خیلی کار تاثیرگذاری بود، خیلی قشنگ بود. ولی اون انتظاری که داشتم، اون صحبت دوستمو که گفته بود تو کامنت ها اینا، اونجوری نشد که فکر کردم، که میگه مثلا از طرف، یعنی از زبان والدینه در واقع، ولی اینطور نبود، دیدیم که از زبان خودش بود. انگار قشنگ کسایی مثل نمیدونم حمید رضا، نیکا، دقیقاً مهسا، سارینا، همه اینا انگار اونا بودن. دقیقاً. و از زبان خودشون بود به نظرم. ولی بخوام نقدمو بگم، کار خیلی خوب بود، موزیک خیلی خوب بود، ولی شعر میتونست تاثیرگذارتر هم باشه. یعنی من همینطوری آماده دریافت نهایت حس بودم که یه جایی احساس میکردم شعره میتونه بیشتر بده. ببین پتانسیلش، فرض کن 10 از 10، خب الان 10 از 10 بود، ولی پتانسیل 20 از 10 شدن رو داشت، میدونی؟ یعنی از چیزی که براش طراحی شده بود حتی گیراتر و خفتر. ولی موزیکی ملودیک عالی بود، خود شروین عالی بود و شعرش هم میگم خیلی خوب بود و مال 3 ماه پیشه. خب مطمئنه اگه این شعر رو، همچین ایده ای رو، همچین شعری رو میخواست توی این اوضاع بده، یه چیزی مثل برایه میداد که اونجوری تاثیرگذار باشه. یعنی این از عدم توانای شروین نیست، این کاری که مال قبل بوده الان همچنان اونقدر زنده و گیراست. به نظر من کار خیلی فوق‌العاده‌ای بود و واقعا زیاد میشد توش پوینت ویو، چون مثلا من سر اون یه سر چند تا عکس فقط، تا اون عکسی که دست مهسا روشونه نیکا بود و نیکا مثلا جون نشسته بود، بعد از طرف مهسا داشت گفته میشد که نگران نباش موفق میشن، سر اون عکس یا سر یه ویدیویی که میگفت موفق شدیم، بعد صدای بچه ها مثلا میمد که میگفتن هو هورا، حالا بریم توی ایران آزادتون زندگی کنیم. یعنی اونا دیگه نبودن. آره
دیگه. مرسی که تا آخر ویدیو رو نگاه کردید بچه‌ها. مراقب خودتون باشید حسابی. خیلی 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 دوستتون داریم و میدونم که همتون خوب میدونین که ما راهی به جز موفق شدن نداریم. تا ویدیو بعدی میبینیم اتون بچه ها. فعلا خدافظ. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.